وقتی که اسماعیل خانی آمد منو انتخاب کرد برای نمایشنامه عروس نوشته فریده فرجام، من اون عذرا خانم بندنداز که دلال زنم هست و دلال محبت هست، برای آدما همسر جور میکنه، انقدر خوب تونستم در دبیرستان اجرا بکنم که بردنم فرهنگ و هنر که بتونم با قرارداد بازیگری به شکل قراردادی با من بسن که بازیگر خانه های فرهنگ و تئاتر بشم. ما همون سالها کار میکردیم فرهنگ و هنر فارس و اونجا من و اسماعیل خانی یه حقوق میگرفتیم، یه قراردادایی به نام ماده 5 بسته بودن برای کسایی که میمدن کار میکردن، چون من هنوز 18 سالم نبود با ما قرارداد میبستن. همونها جز سنوات خدمت من محسوب شد، 18 سالگی استخدام شدم و بعد دیگه دوره های بازیگری رو آقای علی شجاعیان که کارشناس امور تئاتر بود و اسداللهی که قبلا در تهران دانشگاه هنرهای زیبا تموم کرده بود و در به اصطلاح شهرها می اومدن، هم آموزش تئاتر می دادن و هم تئاتر به صحنه می بردن. من در واقع هم دوره می دیدم، در کنارش شبها تمرین تئاتر هم داشتم. خود اون تمرین تئاتر باز یک تمرین بدن و بیان و آموزش گفتن حالا دیالوگا و اینکه قبلش یک اتودهای حسی رو میدادن که همون اتودها حتی من در دانشگاه هم همونها رو دوباره تکرار میدیدم، چون اونا که همین دانشگاه رو تموم کرده بودن برای ما تمریناشون رو همون طور که دانشگاه یاد گرفته بودن به ما هم یاد میدادن و ما هم به بچه‌ها یاد میدادیم. یک خانه های فرهنگی در شیراز درست شده بود که بچه‌ها از دبستان می اومدن پیش ماها و درس تئاتر و شعر و قصه نویسی، آقای امین فقیری اون زمان که داستان نویس بسیار نازنینی هستند در شیراز، ایشون داستان نویسی درس می دادن. آقای کریمی که الان فکر کنم فرانسه باشن نقاشی یاد می دادن. موسیقی رو آقای سفری که الان در شیراز موسیقی دانن، موسیقی رو به بچه، یعنی چهار زنگ الان آدم های بزرگ به اون بچه ها چهار زنگ می اومدن. درساشون هم دبستان از ما نمره هاشون رو می گرفتن. من خودم در دوره‌ای که کار کردم به بچه های دبستان انتخابشون کردم، سه تا تئاتر به صحنه بردم. تئاتر توکایی در قفس نوشته فریده فرجام رو و کار نیمایوشیج رو بردم به صحنه، مهمان های ناخوانده خانم فریده فرجام رو تو حافظیه در فضای باز با بچه ها اجرا کردم. خودم نقالش رو بازی کردم، بعد دیگه گذاشتم نقال بچه ها باشن. تئاتر هر کدوم یکی، حالا مثلا گربه، یکی سگ، یکی خر، مهمان های ناخوانده حیوان هایی هستن که به خونه یه پیر زن میان، یه بچه رو گیریم کرد. حتی گیریم هم سعی کردم از بچه های حرفه ای استان فارس استفاده بکنم، خودم اونو کارگردانی کردم و حتی شهرستان های شیراز هم می بردیم. خودمونم البته تئاترمون هم شهرستان می بردیم، ما بارها تئاترایی که کار میکردیم ما از فرنگانه به شهرهای مختلف ایران میرفتیم. شطرنج یک طرف هم نمایشی بود که خودم کارگردانی کردم ولی دیگه ادامه ندادم، چون فکر میکردم که یه کار بسیار سختی هست که چون من خیلی پرفکشنیستم، فکر میکنم که یه کاری رو باید در حد درخشان انجام بدم و میترسم که وقتی بیام برم کاری رو کارگردانی بکنم در خیلی از بخش‌ها، چون به خود من زیادم یه چیزا مربوط نمیشه، نتونم اون چیزایی رو که لازمه حالا فیلمم هست یا تهیه‌اش بکنم یا اجرا بکنم. برای همین اون تئاترا رو که کار کردم دیگه بعد از اون من کاری نکردم. تئاتری که من رستم و سهراب داشتم اجرا میکردم اون زمان، من و اسماعیل خانی در تالار پهلوی شیراز، من از پله ها که بعد میمدم نباید پله ها رو نگاه میکردم، تمرین کرده بودم که همجور به جلو راه میرم پله ها رو نگاه نکنم و بیام پایین و میگفتم که
یکی دخت شاه سمنگان منم، ز پشت حجب رو پلنگان منم، کس از پرده بیرون ندیده مرا، نه هرگز کسا وا شنیده مرا. میمدم کنار رستم و چش تو چش باشم، گفتم مرا مهر تو دل ندیده گزید، همان دوستی از شنیده گزید. البته بیشترش یادمه که برهنه ندیده تنم آفتاب. یک بار داشتم اینو میخوندم، یک شاعر خیلی محترم گفت نگو یکی دخت شاه سمنگان منم، بگو یکی دخته، یعنی یکی دونه، یعنی تو تنها دختر شاه سمنگان هستی. و خب اسماعیل خانی شاه سمنگان رو بازی میکرد. یه روز آقای پهلود وزیر سابق گفتن خب خانم شما چقدر حقوق میگیرین؟ من گفتم که 600 تومن. گفت چرا؟ یک چیز چارت حقوقی یک قرارداد 1200. من گفتم که خب من و اسماعیل خانی رو هم میگیریم. زد زیر خنده گفت که مگه یعنی چی؟ مگه خانوادگی کسی پول میده؟ هر کدوم باید باشه. رفتم پیش آقای کجوری مدیر کل استان فارس، گفتم شما خانمتون چیکار میکنن؟ گفت فرهنگی هن. گفتم حقوقشون رو با شما یکی میدن؟ حالا ببینید چقدر پر روی خرج داده بودم. گفت که منظور چیه؟ گفتم که خب من و اسماعیل خانی دوتا نیرو هستیم، درسته که دوتامون توی همینجا کار میکنیم، ولی آیا به نظرتون باید به ما فقط یه حقوق بدن؟ خلاصه حقوق من بعد از یک ماه بعد و اینا وضع شد، مثلا شد 1200. یه خاطرات خیلی خوب دارم از اسماعیل خانی زمانی که داشتم رستم و سهراب رو اجرا میکردم. اتفاقا من باردار بودم. خانم ملک جهان خزایی که الان طراح به نامی هستن، لباسی که برای من درست کرده بودن یک تیکه وسط به اصطلاح پارچه رنگی بود و موقعی که سهراب رو میکشتن این آستینای من و دو نفر و دامن رو من مثل مجسمه وای میستادم، خودشون میمدن تاج سیاه رو میذاشتن، تور سیاه رو، دو نفرم آستینای سیاه رو میکردم، فقط اون تیکه وسط که قبلا لباس من زرشکی بود وسطش مشکی بود به شکل جناقی و خوشگل این وسط قرار میگرفت. منم حامله بودم ولی خیلی لاغر نشون نمیدادم. با چند شماره تمرین کرده بودن لباس دربار زرشکی تبدیل بشه به سیاه و من به سرعت وارد صحنه می شدم و مویه می کردم برای از دست دادن سهراب. همون زمان من گفتم ما چقدر دلم نارنگی می خواد، دیشب خواب نارنگی دیدم. مثلا ساعت 11-12 بود که گفتن یهو دیدم نارنگی رسید. گفتم کجا؟ اسماعیل خانی توی داراب باغ داشتن، ما مثلا ما طرف اقلیت باغ و زمین داشتیم، اونا داراب، و اون فست تونسته بود بره نارنگی رو گیر بیاره برای من و من مثلا بخورم. اونجا در واقع اجازه ندادن بیاد تو، چون مامورینی که پشت صحنه منتظر بودن تا شب مراسم اجرا بشه نمیذاشتن چیزی بیارن ما بخوریم، نمیشد چیزی بیارن تو، نمیشد خارج بشه. ولی براش گفتن نه این حامله است. گفت اصلا نشون نمیده. گفتن چرا این حامله است؟ لباسش اینجوری نگاه نکنید که مثلا حالا باری کلاغره، حامله است باید اینو بخوره. این خاطره رو که گفتم به خاطر این گفتم که اون موقع واقعا اسماعیل خانی و گروهی که داشتیم همه با هم یک گروه بسیار بسیار صمیمی که هممون این یه خانواده دوره هم بودیم و نمایشنامه هامونو که اجرا می شد بیشتر اوقات خونه های هم بودیم، بیشتر اوقات کنار هم بودیم همه. من خودم خیلی شهرهای مختلف یا اجراهای مختلف در شهرهای مختلف داشتم، ولی چون دیگه بارداری من به نزدیک زایمان رسیده بود، خانم به اصطلاح زهرا سعیدی که ما بهشون میگفتیم شهلا جان، ایشون نقش تهمینه رو رفتن بازی کردن در جشنواره طوس. ولی بعد که من بچه‌ام به دنیا آوردم، ما رفته بودیم بندر ریگ، رفته بودیم بندر عباس، بندر لنگه، همه اینا رو میرفتم برای اجرا. این جالبه که یک هواپیمای دو موتوره به من میدادم، من میبیدم بچه‌مو شیر میدادم و میرفتم. یعنی میتونستم بیام چند ساعت بیام دوباره برای شب اجرا برم برای اجرا تو اون شهرستان ها. و هیچ وقت یادم نمیره که چقدر میترسیدم که هواپیما از این هواپیماهای کوچیک بود، مثل هلیکوپترهای کوچیک بود، و خب استراب استرسم برای کسی که بچه‌شو شیر میده خیلی خوب نبود.
پهلوان کچل و از آقای نویسندش آقای نصیریان بودن و آقای مظفری کارگردانی کردن. اسماعیل خانی هم بازی میکرد. خانه فرهنگ شماره 3. شیراز چندین خانه فرهنگ داشت، 1 و 2 و 3. ما تو حیات خانه فرهنگ تا اونجا یادم باشه فرهنگ شماره 3 اجرا داشتیم و آقای اسداللهی هم اونجا به عنوان کارشناس امور هنری از تهران اومده بودن شیراز و دیدگاه اصلا یه دیدگاه کاملا به اصطلاح چریکی بود و ایشون هم خب با یک نگاه چریکی اومده بودن. یک همه بچه هم به حالت انقلابی به خودشون گرفتودن، اومدن و ریختن و گفتن هیچی، همه رو بگیرن و ببرن. اولم که میخواستن آقای اسداللهی رو ببرن و که شما داری بچه ها رو تهییج میکنی یا اینا رو داری به تفکر به اصطلاح کمونیستی و مارکسیستی تشویق میکنی، بگیری به بندی هم اون سالها شد که به خیر گذشت و گذاشتن که دوباره ما نمایشمون رو ادامه بدیم. ما اونو توی جشن هنر شیراز یه اجرا رفتیم.